سلام، خوش اومدید به کانال خودتون. امروز میخوام در مورد کترولاک باهاتون صحبت بکنم و اطلاعاتی رو در مورد این دارو باهاتون به اشتراک بذارم. کترولاک جز داروهای ضد درد و التهاب غیر استروئیدی حساب میشه. این دسته دارویی برای درمان التهاب و درد استفاده میشه. از داروهای دیگه این گروه میشه به ایبروفن و ناپروکسن اشاره کرد. اما کترولاک نسبت به سایر داروهای ضد درد و التهاب غیر استروئیدی در کاهش دردهای التهابی و غیر التهابی موثرتره. نکته که خیلی مهمه و باید به اون توجه داشته باشید اینه که کترولاک دارویی نیستش که برای مدت طولانی و برای دردهای معمولی تجویز بشه، بلکه زمانی تجویز میشه که درد بیمار به قدری زیاد باشه که نیاز به مسکن‌های قوی مثل مورفین داشته باشه. به خاطر عوارض جانبی آمپول کترولاک نباید این دارو بیشتر از 5 روز تجویز بشه. بنابراین به هیچ عنوان در مصرف اون زیاده روی نکنید و در صورت مصرف بیش از مقدار تجویز شده دارو یا مصرف ناخواسته احتمال مسمومیت وجود داره و باید فوراً با فوریت‌های پزشکی تماس بگیرید. احتمالاً این سوال براتون پیش اومده که چرا آمپول کترولاک انقدر توسط پزشک‌ها تجویز میشه؟ همونطور که گفتم آمپول کترولاک برای کاهش درد و التهاب استفاده میشه. برای دردهایی مثل سردرد، دندان درد، برای دردهای سنگ کلیه زمانی که فرد دارای سنگ کلیه هستش و در هنگام دفع این سنگ ها دچار درد میشه، برای بیماری کرونا، از اونجایی که داروهای ضد التهابی از قبیل ناپروکسن و آسپیرین تونستن تا حدودی اثر بخشی مثبتی بر کنترل التهاب، درد و تب در بیماران کرونایی داشته باشن، و برای دیسک کمر هم این دارو تجویز میشه. اشکال داروی کترولاک. داروی کترولاک به صورت قرص های 10 میلی گرم، به صورت قطره های چشمی و آمپول های تزریقی 15 میلی گرم، 30 میلی گرم و 60 میلی گرم در داروخانه های کشور موجوده که میتونید تهیه‌اش بکنید. دوز توصیه شده برای بیماران با سن کمتر از 65 سال تزریق 30 میلی گرم از این دارو به صورت عضلانی هستش. دوز توصیه شده در بیماران با سن بیشتر از 65 سال و بیمارانی که دارای مشکلات کلیوی و بیمارانی که با وزن کمتر از 50 کیلوگرم هستن 15 میلی گرم تزریق کترولاک هر 6 ساعت هستش. این دارو برای افراد زیر 17 سال عموما تجویز نمیشه و تجویز اون برای افراد زیر 2 سال هم ممنوع هستش. قرص کترولاک هم معمولا بین 4 تا 6 ساعت یک عدد قابل استفاده هستش. اثر تسکین درد در حدود 30 دقیقه یا حداکثر 1 تا 2 ساعت پس از تزریق وریدی یا تزریق عضلانی شروع میشه و مدت زمان اثر آمپول کترولاک معمولا 4 تا 6 ساعت هستش. عوارض جانبی کترولاک. تزریق آمپول کترولاک ممکنه که منجر به عوارضی مثل گیجی، عدم هوشیاری، سردرد و دلپیچه بشه. مصرف روزانه سیگار و الکل رو مخصوصا زمانی که این دارو رو مصرف کردید متوقف بکنید، چون خطر خونریزی معده رو افزایش میده. این دارو ممکنه شما رو نسبت به نور خورشید حساس‌تر بکنه. به خاطر همین زمان حضور خودتون در برابر نور خورشید رو محدودتر بکنید. مصرف این دارو در زمان بارداری و در زمان شیردهی. مصرف این دارو در زمان بارداری اکیداً ممنوع هستش و جزء گروه X طبقه بندی میشه و ممکنه باعث مرگ یا نقص عضو جنین بشه. آمپول کترولاک از طریق شیر مادر به نوزاد انتقال پیدا میکنه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بود. اینجا یک ویدیو پیشنهادی براتون گذاشتم و اگه سوالی در مورد این دارو یا داروهای دیگه دارید اینجا کامنت بکنید، من در اثر وقت بهش جواب میدم.